سرخط خبرها و مهمترین ها. رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس سرویس اطلاعات خارجی روسیه در مورد افغانستان گفتگو کردند. فرد در یک مسجد در کابل 5 عضو یک خانواده را کشت. وضعیت در منطقه از کنترل خارج شده و تاریخ دوباره تکرار می شود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سرگی نارشکین رئیس سرویس اطلاعاتی خارجی روسیه در مورد وضعیت افغانستان گفتگو و برگسترش همکاری برای مبارزه مشترک با تروریسم تاکید کردند. مقام‌های دو کشور روز گذشته سه‌شنبه با هم دیدار کردند و با نشر بیانیه مشترک اعلام کردند که در این گفتگو مشکل افغانستان در مرکز توجه قرار داشته است. در بیانیه مشترک روسیه و تاجیکستان آمده است که این کشورها توافق کردند تا برای جلوگیری از تهدیدات تروریستی در سال 2023 در نزدیکی مرز افغانستان در قالب سازمان پیمان امنیت جمعی رزمایش نظامی مشترک داشته باشند. گفته می شود که دو طرف بر اهمیت تقویت بیشتر همکاری ها در راستای مبارزه مشترک با تروریسم، افرادگرایی و جرایم سازمانی یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر و اسلحه، جرایم سایبری و سایر تهدیدات ملی تاکید شده است. این نگرانی روسیه و تاجیکستان در حال است که پس از تسلط طالبان در افغانستان و تاکید آنان مبنی بر این که از خاک این کشور هیچ تهدید بر سایر کشورها به ویژه همسایگان نخواهد بود، این دو کشور مورد حمله های متعدد گروه داعش قرار گرفتند. فرد در یک مسجد در کابل 5 عضو یک خانواده را کشت. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل میگوید که 5 عضو یک خانواده در یک مسجد در ناحیه نهم شهر کابل به ضرب گلوله به قتل رسیدند. با گفته او این رویداد صبح روز چهارشنبه در یک مسجد در منطقه خواجه‌نواش ناحیه نهم شهر کابل رخ داده است. خالد زدران افزوده که یک فرد مسلح با تفنگچه در این مسجد 5 عضو یک خانواده را کشته و یک نفر دیگر را زخمی کرده است. زدران تصدیق کرده که بر اساس تحقیقات اولیه انگیزه این رویداد خصومت شخصی بوده است. سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در کابل می افزاید که تلاش نیروهای امنیتی طالبان برای بازداشت مجرم ادامه دارد. تحولات سیاسی افغانستان، کشورهای منطقه نگرانند. نشست فرمت مسکو ناخرسندی کشورهای منطقه از حکومتداری طالبان را نشان داد. اندپندنت گزارش می دهد. روسیه بیشتر نشست‌هایش در مورد افغانستان را در چند سال گذشته با حضور طالبان برگزار کرده است، حتی زمانی که طالبان هنوز قدرت را در دست نگرفته بودند نیز این نشست‌ها با حضور نمایندگان این گروه برگزار می‌شد. اما غایب اصلی نشست فرمت مسکو طالبان بودند که حالا خود را دولت مشروع افغانستان می‌دانند. حضور نداشتن طالبان در نشست به این دلیل نبود که رابطه میان روسیه و طالبان تیره شده است. هنوز هم روسیه رابطه نزدیک با طالبان دارد، اما دلیل این غیبت دیدگاه اکثر کشورهای منطقه درباره حکومتداری طالبان بود که طی 16 ماه گذشته با ناخرسندی و نگرانی همراه بوده است. تقریبا لحن اکثر نمایندگان 14 کشور حاضر در نشست فرمت مسکو در قبال سیاست‌های طالبان با انتقاد همراه بود. حتی نماینده پاکستان قومی درجه یک طالبان در 20 سال گذشته بوده است هم با لحن تند برای کرد طالبان تاخت آن را منفی و زیانبار برای کشورهای منطقه خواند. صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در نشست کشورهای منطقه گفت که گزارش 16 ماه حکم روایی طالبان بر افغانستان به شدت متناقض و همراه با چالش بوده است. با او گفت پاکستان پس از خروج نیروهای خارجی مدافع تعامل با حکومت طالبان در افغانستان بوده است، اما آخرین ارزیابی نشان می‌دهد که اسلام آباد از دولت سرپرست طالبان راضی نیست. پاکستان به طور فزاینده از تلاش نکردن طالبان برای ریشه‌کن کردن تهدید ناشی از حضور گروه‌های خارجی علیه پاکستان ناامید شده است. تاریخ دوباره تکرار می شود. افغانستان انترنشنال در صفحه رسمی فیسبوک خود گزارش می دهد. زلمه خلیزاد نماینده پیشین امریکا در مصاحبه با تلویزیون تی‌آر‌تی با انتقاد از طالبان گفت که باید به دیدگاه های بخش بزرگ جامعه احترام بگذارد. او با اشاره به انحصار طلبی و عدم تحمل این گروه افزود آنها برخی از اشتباهات جدی را که در 40 سال گذشته دیده مرتکب می شوند. خلیزاد در این مصاحبه به حزب کمونیست افغانستان اشاره کرد که در سال 1357
قدرت را به دست گرفت و همه جناح‌های دیگر را ران که به اعتقاد او منجر به جنگ داخلی شد. از نظر زلمه خلیزاد، اگر طالبان می‌خواهد دچار این اشتباه کمونیست‌ها نشود، باید به دیدگاه‌های بخش‌های بزرگ جامعه احترام بگذارند. نماینده سابق آمریکا در افغانستان کوشید که مانند تام وست و دیگر مقامات آمریکایی از کلمه تشکیل حکومت فراگیر پرهیز کند و در عوض از طالبان خواست تا با بخش‌های مختلف جامعه افغانستان گفتگو کرده و روی بهبود ارائه خدمات تمرکز کند. تحلیل بسیار جالب و مهم از روزنامه 8 صبح کابل که شنیدنی و دیدنی است. سیاستمداران اشتباهات گذشته خیش را مرور کنند. سیاست و قدرت در افغانستان همواره مورد منازعه و مجادله بوده. سیاستمداران و نخبگان سیاسی که در این منازعه بازیگر بودند، با هر شکست و فروپاشی مسئولیت تصمیم‌های نابخردانه سیاسیشان را پیوسته بر خارجیان و رقبای سیاسی خود احوالت کردند. پس از حدود 15 ماه سقوط افغانستان به دست طالبان، این سیاستمداران به جای اندیشیدن و پرداختن به اشتباهات بزرگ سیاسیشان که منجر به سقوط نظام به دست دگم اندیشترین و ایدولوژیسترین گروه افراطی مذهبی شد، باز هم آستین برزدن و در این وضعیت اسفواره که خود بخش بزرگ از آن هستند نسخه می پیچینن. در حالی که دوای درد مزمن سیاست کشور در دوکان هیچ سیاستمدار یافت نمی شود، چون آنها علاقه به حل عادلانه توزیع قدرت سیاسی در کشور ندارند. اکثر سیاستمداران نسخه پیچ کنونی در 20 سال گذشته در سطوح بلند رهبری دولت حضور داشتند، اما هیچ توجه قابل ملاحظه‌ای به توسعه و عرضه خدمات رفاهی که یگانه امید زیستن در سپر جهان جدید است نکردند. تا زمانی که در قدرت بودند به ژرندوزی و رفاه فردی و خانوادگی خیش پرداختند. بنابراین سیاستمداران دولتی و غیر دولتی که امروز در فضای مجازی و دور از داشتن یک قلمرو جغرافیایی و سیاسی برای کشور نسخه میپیچند، لازم است نگاهی به گذشته و نادرستی‌های سیاسیشان بیاندازند، زیرا تا درس از گذشته فرا نگیرند و به اشتباهات بزرگ سیاسی و اجتماعی پی نبرند، قادر به خلق امید در فضای سیاست افغانستان نخواهند شد. در این جسار به چند نادرستی و اشتباه درست سیاستمداران دولتی انگوش گذاشته شده است. نخستین درک نادرست و اشتباه سیاست در افغانستان باور داشتن و دلبستن محض به کشورهای قدرتمند و بیرونی است. بیشتر سیاستمداران در جریان تاریخ معاصر شوربختانه وابسته به بیرون از کشور بوده و انتظار داشتند که توسعه تحقق دموکراسی و آزادی‌های مدنی توسط خارجی‌ها را انجام دهند. از زمین را به تکثر و تنوع جامعه و خواسته‌های سیاسی درون جامعه توجه نکردند، ماندن در قدرت را با هر قیمت دنبال کردند و دیده شد کسانی که از بیرون در بساط سیاست پرتاب شده بودند، برای حضور در قدرت حتی دست به گریبان بنیادگرایی مذهبی و قومی بردند که برایند آن جز بی‌قانونی و بی‌قاعدگی در بازار سیاست و مدیریت کشور نبود. از سوی دیگر تجربه دو دهه مشق دموکراسی هم نشان داد که وابستگی محض به بیرون سرانجام بهتر و خوبتر از وضعیت امروز افغانستان ندارد، چون افغانستان تغییر را از بیرون بارها شاهد بوده است که آخر کار عقبگرد بوده است. حضور و مداخله کشورهای خارجی منتج به ثبات دائمی و توسعه پایدار در هیچ کشور نمی شود. اگر می شد، با سرازیر شدن میلیاردها دلار افغانستان به کانون توسعه منطقه مبدل می شد. بنابراین نباید آرمان شهر سیاسی را به مداخله خارجی ها وابسته دانست و خواست مردم را از قلمرو سیاسی ذهنی و عملی بیرون کرد. اشتباه دیگری که این سیاستمداران در دو دهه گذشته به شدت با آن مبادرت ورزیدند، تاکید بیچون و چرا بر ناسیونالیسم یعنی افغانیت خواهی بوده است. متوالیان این سیاست رهبران دولتی بودند که به جای اندیشیدن به نارضایتی شهروندی سیاسی و گشودن بام به گفتگو با مخالفان این ملی‌گرایی دولتی به سرکوب، حزب و دستیزه‌سازی پرداختند. اتهام های هم وارد کردند که پکه کردن این آتش گاهی از سوی برخی حلقات در دادگاه قدرت برای انحراف از آن آمه از ناتوانایی ها و ناکامی های دولت انجام شده و هر از گاهی که اجماعی بر سر یک امر سیاسی به میان آمده، با انداختن این غالبه در میدان سیاست از ائتلاف ها و همبستگی های کلانتر اپوزیسیونی جلوگیری شده است. از سوی دیگر با این کار خواستن جلو تحقق مشارکت منادار جامعه مدنی و نیروهای سیاسی و عرضه خدمات رفاهی را در خارج از قلمرو فکری خیش بگیرند.
میله‌گرایی یک امر بشریت سیاسی است و برای مردمی کردن و پذیرش آن نیاز است به اعضای مردم رجوع شود. در غیر آن بازور هیچ ملت و هویت شکل نمیگیرد. سیاستمداران که اکنون نسخه میپیشند باید مؤلفه‌های میله‌گرایی خیش را مبتنی بر خواست و رضایت شهروندان طرح کنند و رجوع به مپرسی را نخستین را برای توافق بر سر مسائل ملی بدانند. در غیر این هیچ نسخه دوای درد نخواهد داشت. درس دیگری که سیاستمداران دولتی و غیر دولتی از دوره نظم جمهوریت باید آموخته باشند این است که با اصلاحات جزئی در قوانین و ساختار نمیتوان به ثبات سیاسی رسید و منازعه توزیع قدرت سیاسی را حل کرد. چون امر مستلزم حل بنیادی و اساسی است که جامعه پذیر شود. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه شما باشد.